سرخط خبرها. قطع برق بیش از 1000 خانواده در مرکز بامیان. شورای علمای بامیان خواستار تامین امنیت مساجد هستند. زخمی شدن 4 دانش آموز در یک حمله نارنجکی در کابل. عبدالسلام حنفی در نشست مسکو از جامعه بین المللی خواست تا حکومت طالبان را بر رسمیت بشناسند. و زلمه خلیلزاد پس از استعفا، جنگ افغانستان برای آمریکا پایان یافت اما این فصل آخر نیست. با سلام و وقت بخیر، به خبر امروز از تلویزیون بامیان خوش آمدید. مشروع خبرها. با سقوط حکومت قبلی و تسلط امارات اسلامی، برق 1178 مشترک نبرشنا در این ولایت حدود 2 ماه است که قطع می باشد. باشنده های این ساحات که شامل زرگران و جوگرخل مرکز بامیان می گردد، از نبود برق شکایت دارند و می گویند آنان توانایی خرید سولر و باتری را ندارند. به گفته آنان، از 100 خانه 95 خانه آنان پیش شم و یا تاریکی مطلق شب را می گذرانند. بیشتر در گزارش از قربان علی نوید. اینجا هزاران خانواده عمدتاً فقیرنشین ولایت بامیان زندگی می کنند، اما حدود 2 ماه است که برق همه این خانواده ها قطع می باشد و بیش از 95% این خانواده ها در تاریکی و یا پیش شم شبهایشان را می گذرانند. باشنده های این ساحات می گویند که در این شرایط تمام کار و درآمدها متوقف شده، آنان توان خرید باتری و سولر برای روشن کردن خانه هایشان را ندارند و آنان شب ها را پیش شمع می گذرانند. بعد از اینکه برق قطع شد متاسفانه، خب یک ضربه اقتصادی زیادی به مردم وارد شده. حالا تو فرض کن یک سولر 3-4 هزار می خرید تا باری بیتری بخری، دیگه لاین و گروپ و بعضی چیزای دیگه که متاسفانه تا بالای 10 هزار دکم کنه و یا تمام میشه. دیگه در این شرایطی که کار نیست، بیکاریه و همه بیکاره، واقعا بسیار سنگین تمام میشه. ما شاهدیم بعضی از همسایه‌ها که حداقل اصلا استفاده به هیچ چیز نداره. اونمو شاید نان و غذای اینا خوره، شامکی بخورن، به خاطر اینکه گروه اینا ندارن و برق گت پای استفاده نمیکنن، با یک مشکل مواجهن. باشنده های زرگران بامیان از مسئولین ریاست برشنا می خواهد که هرچه زودتر مشکل برق آنان را برطرف نمایند. این ساحات بامیان را شرکت برشنا خدمات برق جنراتوری توضیح کرده است که پس از سقوط حکومت پیشین این جنراتورها تیل ندارند و شرکت های قراردادی تیل آنان می گوید که به دلیل بسته بودن بانک ها پول برای خریداری تیل نمی داشته باشند. بی تو برید بگم از 100 نفر اگر 5 نفرش توان نظر داشته باشه که خریده باشه. دیگه اکثریت چالی ده، یعنی شاید در تاریکی و یا مثلا از یک نفر یک آریا و می تو یک امانت بگیره و می تو گفو بعضیش روشن کنه، بعضیش شاید شم ها چی کنه روشن کنه، بعضیشون شاید تاریک باشه چون مردم های غریب که هیچ کاری کرده نمیتونه. موافقت از امسای یک با بیتری این قخورترک گرفته. ولی مرا یک گروپ دخوام دمخانه ای که میشنیم و نمونجا دخونم خواست. اما مسئولین ریاست برشنای بامیان میگوید که نداشتن تیل جنراتورها یگانه مشکل قطعی برق در این ساحات است و آنان این موضوع را به مرکز گزارش داده و در تلاش است تا به زودی خدمات برق رسانی را در ساحات قطع شده از سر بگیرند. که با آمدن امارات اسلامی این برقا قطع شده و دلیل ازی هم که برقا قطع شده به خاطر ازی است که او شبکه را ما توسط یک دیزل جنراتور برق میدادیم و بین اداره برشنا و شرکتی که تیل دیزل و بامیان برشنا تهیه میکرد یک سلسله سکته گیار خداد که در اثر نبود تیل فعلا برق ساعت زرگران قطع است. دیگه با او حساب فعلا این مشکل هست و ما را سخت بالش تلاش داریم و رئیس اداره برشنای بامیان هم فعلا در کابل است، خاص به خاطر نمی مشکل تیل است و انشالله در زودترین فرصت قرار معلوماتی که ما داریم و وعده‌ای که به ما داده شده انشاءالله مشکل حل میشه.
گفتنی است که ریاست برشنای بامیان حدود 4000 مشترکین دارد که 1178 مشترکان در ساحات زرگران زندگی می کنند که برق آنان قطع شده است. سید نصرالله وایزی گفت که با توجه به حمله های خونین بر نمازگزاران شیعه در ولایت های کندوز و قندهار باید امنیت برقرار شود. نصرالله وایزی این سخنان را در نشست با شماری از مسئولان استخبارات طالبان بیان کرد. با این حال مسئولان امنیتی امارات اسلامی در بامیان از آمادگی کامل برای تامین امنیت تجمع های مذهبی و سایر مکان ها خبر می دهند. آقای شاهین افزود که بعد از حمله بر نمازگزاران در کندوز و کندهار آنان برنامه تامین امنیت مکان های مذهبی را به گونه شبانه روزی گسترش داده اند. اخیرا گروه داعش حملات خونین را بر مساجد شیعیان در کندوز و کندهار انجام دادند که ده ها تن به اثر آن کشته و زخمی شده اند. قاری سید خوستی سخنگوی وزارت داخله طالبان تایید کرده است که در اثر پرتاب یک نارنجک بر خودروی موتر حامل طالبان در منطقه دهمزنگ در غرب شهر کابل دو نفر از طالبان زخمی شده اند. یک مقام دیگر طالبان نیز به خبرگزاری فرانسه گفته است که در این رویداد 4 کودک دانش آموز جراحت برداشته اند. این انفجار درست در ساعت اولیه بامداد هنگام رخ داده است که دانش آموزان و مامورین دولتی به سوی مکاتب، مدرسه ها و کارهای خود می رفتند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفتند. عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان در نشست مسکو گفته است که انزوای افغانستان به نفع هیچ جهتی نیست و جامعه بین المللی باید حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند. معاون رئیس وزرای طالبان افزود که خواهان روابط با کشورهای همسایه، منطقه و جهان است که بر احترام متقابل به حاکمیت ملی استوار باشند. آقای حنفی افزوده است پروسه اصلاحات سیاسی در نظام سیاسی زمانگیر است، اما عزم و اراده جدی در رهبری ما وجود دارد که خدمات معیاری و سریع به مردم ارائه کنند. حنفی همچنان گفته است که فساد تمام ساختار سیاسی رژیم غنی را در بر گرفته بود و با وجود وعده های زیبا در مجامع بین المللی تا آخرین لحظه رژیم محمد اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان هیچ پیشرفت در عرصه مبارزه با فساد اداری صورت نگرفته بود. در همین حال او از آمریکا خواسته است که ذخایر ارزی افغانستان در بانک های این کشور را آزاد کند و مردم نباید به های تفاوت نظر سیاسی را بپردازند. و خبر آخر این که ظلمای خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان که از سمتش کنارگیری کرده است در رشته توییت اعلام کرد که نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شده اند و جنگ برای ایالات متحده آمریکا پایان یافته است، اما این فصل آخر نیست. با گفته آقای خلیلزاد افغانها به شمول اقتصاد و امنیت آزمون‌های بزرگی در پیش رو دارند. نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان گفته است من به امکان صلح و رفاه در افغانستان و بس سطح گسترده در منطقه متحد مانده ام. این چیزی است که افغان ها بیش از 40 سال آرمان آن را داشته اند. ایالات متحده در کنار آنها است. با گفته او ایالات متحده در راه پیش رو با جامعه جهانی و رهبران افغان در تعامل است. طالبان اما میگویند که در زمان ریاست خلیلزاد بر هیئت مذاکره کننده آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و جو بایدن پیشرفت های خوبی داشته اند. آمریکا تام وسترو که سمت معاونت ظلمای خلیلزاد را داشت به جای او گماشته است. ظلمای خلیلزاد در دوران مایک پامپیو وزیر خارجه دولت ترامپ به عنوان نماینده آمریکا در امور صلح افغانستان تعیین شد و دولت بایدن ماموریت او را تمدید کرده بود. از توجه و همراهیتان جهان سپاس. وقت خوش، خدا نگهدار.